بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما
ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنزله المقعد المقرب عنده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعہ مبارک کے مصادف اس 22ویں ماہ مبارک رمضان کے آخری روز عشرہ مغفرت اس مصادف کا 14 جولائی. الحمدللہ و المنہ کہ اللہ رب العزت موشمورا توفیق نصیب فرمود و لطف و مرحمت و عنایت رب العزت شامل حال ما شما گردید که در 20ویں ماه رحمت مغفرت وعتق من النار قرار داریم. در این ماه تربیتی، در این ماه اخلاقی، ایمانی که به هر مؤمن زیبایی ببخشد، بخشنده زیبایی های ظاهری و باطنی است. در حقیقت رمضان مبارک زیادتر زیبایی داخلی انسان است، عبارت از روح انسان و نفس انسان است، تزکیه و پاک و آراسته می سازد و تربیت می کند. در صورتی که هر بنده مؤمن همین عقیده را داشته باشد که چنانچه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کسی که رمضان را از روی ایمان که این فرض الله است، حکم الله است، بجا آورد و از روی احتساب آنچه را که الله رب العزت وعده نموده که الصوم لی و انا اجزی به، تنها پاداش روزه به حکم الله است و الله در روزدار دارد ای سوال را نصیب می فرماید. اگر زیر رو باشد غفر له ما تقدم من ذنبه، انسان از گناه پاک می گردد و آراسته می گردد. چیز زیبایی است در ماه رمضان مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید که مؤمن اگر زبانت در کنترل نیست، اگر دستهای در کنترل نیست، اگر گوشهای در کنترل نیست، اگر پاهای در کنترل نیست، در راه حق نیستن، پس چی ضرور است که از صبح تا شام این دهن را از نوشیدن آب و از خوردن طعام منع بسازیم؟ یعنی تنها روح روزه این نیست که ما شما نخوریم و ننوشیم. فلسفه این روزه بسیار بزرگ است که ما شما الحمدلله ایده مغفرت را پایان میرسانیم. حتی بزرگی این ماه مبارک در این ذکر شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید که هر مؤمنی که از روی ایمان این روزه را گرفت و از روی احتساب و در شبهایش از روی ایمان و احتساب قیام کرد و در جستجوی شب قدر بود، خرجت یوم ولدت امه، یا خرج من الذنوب
كيوم ولدته امه. اي مولود نر به انسان میبخشد. مانند عزیز که انسان نر از مادر تولد گردیده وقتی که طفل به دنیا میاد معصوم است، پاک است، از هر لحاظ گناه این طفل معصوم میباشد، پاک میباشد. و این رمضان مبارک هم یک چانس بزرگ، یک تحفه بزرگ، یک مژده بزرگ، هر چی نام نی برای ما شما گفته بودیم است برای مؤمن که مؤمن خدا به اون قسم طفل معصوم ساخته میدانه و برکت این عبادت که اگر از روی ایمان و احتساب باشد انشاءالله. عشره اخیر ایمان رمضان مبارک نسبت به دو عشره اول مسائل خود داره که عبارت از اعتکاف است و جستجوی شب قدر است که سوره قدر تلاوت کردید و بسیار بزرگی است در این ماه، بسیار رحمت است، بسیار مغفرت است که حتی انتهای رحمت الهی است، انتهای وسعت رحمت است. یک مثال بسیار انشاءالله که بعقل هم برابر خواهد بود که بسا اوقات اگر انسان متوجه میشه که من چه قسم ای بهره را گرفته میتونم یا بهره گرفته باشم از رحمت خداوند، از مغفرت خداوند، میبینیم که بحر چقدر کلان است، چقدر وسیع است. و سبعة الآخر بحر در قرآن ذکر شده، نامیده شده. اما ما شما وقتی که دست خود را در بحر داخل بسازید چقدر آب کشیده میتونید، اندازه ای که گنجایش دستایی است. حالا که بحر سی و سه دنیا کره زمین آب است، اما آنقدر آب را ما گرفته میدانیم که گنجایش دست ماست، آنچه که ما ظرف داریم. رحمت خداوند در ماه رمضان مبارک و مغفرت الله را اما کسی با ما اندازه گرفته میتونه که ایمان و یقین خود را آماده است. بسیار مهم است یقین و ایمان برای رب العزت و برای احکامش و احکامی را که انسان انجام میده که از روی ایمان باشد، از روی احتساب باشد. الله رب العزت میفرماید که یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الله رب العزت بفرمانك أي مؤمنان آية شمار رهنمائي نكرم، آية شمار حكم نكرم بتجارتك شمار از آتش جهنم، از آتش دردناك، از عذاب دردناك نجات دهد. اولین لفظی که ذکر میشه تؤمنون بالله، اولی که شما یقین خوب داشته باشید، یقین محکم داشته باشید برای رب العزت، برای بزرگی رب یقین محکم داشته باشید که رب غفور رحیم است، رحمان رحیم است، رب ما مهربان است، حی القیوم است، آنچه که تمام صفات نیک است. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنزل المقعد المقرب عندك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوستان عزیز، اللہ رب العزت را شکر گزار ہستیں کہ اللہ رب العزت اگر رمضان دیگر را نصیب ما شما گردانید با نماز تراویح و ختم قرآن کریم و ای مهربانی اللہ لطف و کرم الهی است و رحمت اللہ شامل حال ما شما است. امروز ما شما در اینجا در مسجد جمع هستیم با مناسبت ختم قرآن کریم و تجلیل از شب قدر که تحفه بزرگ الهی است برای امت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. باید این شب را قدردانی نمود و احترام نمود و هر چی که در خواهشات نیک انسان باشد باید از خدای خود بخواهد و دعا کند و این بالای هر مسلمان است. آنچنانی که نماز فرض است، آنچنانی که روزه فرض است، دیگر عبادات است، تزیت دعا در قرآن ذکر شده و بار ای بنده شما از ما بخواهید. و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب و قال ربكم ادعونی، رب شما اینه بخواهید از ما سوال کنید، آنچه که ضرورت دارید از ما دعا کنید که ما دعای شما را اجابت کنم. بشک انه قريب اجيب الدعوات واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوات الدعاء اما يجير المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. الله رب العزه في دعاء ما شما را قبول می فرماید، از هر مؤمن را قبول می فرماید، از هر مسلمان را قبول می فرماید. هر شخص در درگاه الهی حق دارد، هر شخص حق دارد که دعا کند و از رب خود بخواهد. چنانچه در خطبه جمعه مبارک امیر مذکر فرمودم که ضرورت به یقین است، به ایمان است که ما شما یقین باید داشته باشیم که وقتی من از خدای خود میخواهم دعای مرا قبول میکنم، وقتی که من دعا میکنم الله رب العزت اجابت میکنم. او ربی که میفرماید و نحن اقرب الیه من حبل الورید، انسان من الشارع ذکر هم قلب نزدیک است. و نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون، ما شما کرده یعنی از خود نفس تان که است از این کلمه ها به شما نزدیک است ولکن لا تبصرون، ما شما نمی بینیم. وقتی که رب همراه ما باشه، رب از شارع ما به نزدیک باشه، چرا این مؤمن متزلزل باشه؟ چرا مؤمن متزلزل باشه؟ چرا ایمان متزلزل باشه؟ چرا عقیده متزلزل باشه؟ وقتی که رب این مهربان برای این دیگه شب را برای ما شما نصیب فرموده، اگر ما شما در این شب عبادت کنیم بندگی به الله انجام بدیم، دعا کنیم، تضرع کنیم، مانند هزار ماه، یعنی هزار ماه که ذکر شده در قرآن کریم لفظ قرآن است حرف شهر هزار ماه، یعنی یک حساب بیشمار است، یعنی انتهای رحمت الهی است، انتهای محبت خداوند است که در شب قدر باشه. انشاءالله در احادیث مبارک ذکر شده که شما در شبهای تا بسیارون که یک شب از 23، 25، 27 الی 29 در شبای پاک شما عبادت کنید. و عمل پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم متواتر اینه که قضا کرده باشه در هر اخیر رمضان اعتکاف میشه. اعتکاف منظورشان برمی شده در اعتکاف به خاطر جستجوی لیلت القدر، تحری لیلت القدر که عبادت این شب را پیدا کنند، سواب این شر را بگیرن و برای خود در خلوت باشه. معنای اعتکاف هم همین است که وقتی کسی که در اعتکاف میشینند او ذکر خدا را میکنند، قرآن میخواند، او قیام میکنند، او دعا میکنند و این خلوت را میخواهند برای خود که من با خدای خود راز نیاز کنم، آنچه که دارم در قلب که میخواهم که آشکار کنم، اظهار کنم برای خود، او را به میان بگذارم که یارب این خامی را دارم، این کوتاهی را دارم، این اشتباهات را دارم، من را ببخش و این چیزها را میخواهم. و رب مهربان به خواست بنده خود خوشنود میشه، خوشنود میشه، یعنی الله تعالی از او بنده خود
اظهار خوشی میکنه که وقتی بنده عاجزی میکنه در برگاه الهی و از خدای خود میخواه که ما شفا میخواه، ما رزق میخواه، ما کار دارم کار میخواه. مثلا هر ضرورت زندگی انسان که میباشه انسان دعا میکنه الله رب العزت او را آسان میسازه. متعلق به اشعار قدر که سوره مشهور در قرآن کریم هم نام سوره قدر است، الله رب العزت میفرماید که در این شب قدر کتاب بزرگ الهی که عبارت از قرآن کریم است که ما شما در تراویح تلاوت نمودیم الحمدلله نازل گردیده و پیغمبر باز تکرارا ذکر می فرماید الله رب العزت که وما ادراک ما لیلة القدر، ای پیغمبر فضیلت لیلة القدر چیست؟ آیا می دانی که چی اندازه فضیلت دارد؟ چی اندازه برکت دارد؟ در این رحمت الهی است و مغفرت الله است. لیلة القدر خیر من الف شهر، شب قدر هزار ماه برابر عبادت ثواب دارد. لیلة القدر خیر من الف شهر، یعنی میدونی که ذاتی یعنی یقینا که هزار ماه خیر، یعنی اینجا صیغه مبالغه استفاده شده، کسایی که عربی میدونم الحمدلله استادان محترم هم هستن، خیر من الف شهر یعنی هزار ماه نیست، بهتر است از هزار ماه دارد، زیادتر هر چقدر که انسان در او عقیده و ایمان و یقین خود را داشته باشد. تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من كل امر، دیگر از رحمت الهی که در این شب جبرئیل امین در شب قدر نازل میگردد همراه یک گروه فرشتگان و تیر مخصوص با آن داشته میباشد جبرئیل امین که مرورش با مساجد در جایی که مردم قیام میکنند سجده میگذارد ذکر الله را انجام میدهد و اونجا مرور میکنند. نظر جبرئیل فی کعکه عدید من الملائکه یصلون، قال جبرئیل چیز در این شب ترک استغفار هر نماز گزار دیگه بینه میده یا الله تو گناهش را بخش، یا الله تو گناهش رحمت کن. یصلون علی کل عبد قائم او قاعد یذکر الله عز و جل، آن بنده ای که ایستاده است در قیام وقت نماز میخواند، آن بنده ای که نشسته ایستاده شروع میکند باره همشان درود میگن، معنا درود جبرئیل چیست؟ یصلون تلقی استغفار میکنه سلام یا را برای شخص رحم برای شرف بود مرامایش را باش سبحان الله او که باقید ما میخواید او که الله عزت یک گروهی فرشتای مقرر کرده خاص دعا هم برای شما مقرر میسته این انتقال شده که الهی سبحان الله تنزل الملائکة و الروح فيها بإذن ربهم، يعني بحكم اختارون قبل ما يرد البيت من كل أمر سلام در شب القدر فقط سلام و سلام أصل جانب رب برای من دیخل سلامتی از هر نگاه هي حتى ما تضع الفجر و این جریان داشته می باشه تا طلوع الفجر. خداوند کریم به همه ما و شما این توفیق را نصیب بفرمایید که عقیده اخلاص برای الله داشته باشیم و طلب مغفرت کنیم از خداوند و قدر این شب را بدانیم که این کلام حقی که نازل گردیده قرآن کریم در شب قدر قرآن را مطالعه کنیم بخوانیم و بیاموزیم. مسلمانان باشیم که از دین خود اقلا آگاهی داشته باشیم متعلق به توحید، متعلق به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم، متعلق به قرآن، متعلق به آخرت، متعلق به جنت، متعلق به فرائضی که از جانب خداوند حکم داده شده این مسائل را باید هر مسلمان دانسته باشه و آگاهی داشته باشیم در این باره معلومات داشته باشیم. اگر ما شما یک کس را دعوت میکنیم که بیا مسلمان شو دین پاک است، دین مقدس است، الحمدلله که است واقعا دین در جای خود همیشه مقدس بوده و مقدس است چرا کتاب آسمانی است. ما شما با عقیده به الله خود داریم که الله ما حی القیوم است، قادر مطلق است، همیشه زنده است، همیشه قائم است به تدبیر خلائق، همیشه حافظ و ناصر دین خود است. اگر خدا نخواسته اشتباه در ذهن ما شما باشه که دین ما ضعیف شده یا اسلام ضعیف شده این اشتباه است. دین هیچ وقت ضعیف نمیشه، اسلام هیچ وقت ضعف پیدا نمیکنه. خدا نخواسته اگر شما نسبت ضعف را به اسلام بدین، به قرآن بدین، به دین بدین، به عقیده بدین، این ضعف خدا نخواسته شما نسبت به خداوند بدین.
اما الله رب العزت همیشه قوی است انه لقوی عزیز و ما شما انسان هستیم که ضعف داریم ما شما هستیم که عقیده ما ضعیف میشه ما شما هستیم که جسم ما ضعیف میگردیم ما شما هستیم که عقیده ما متزلزل میباشد ما شما هستیم که دائم فکر میکنیم که آره درست هستیم باز را میگیم نه گیر است اما الله رب العزت همیشه قائم و دائم است باید عقیده و خداوند کریم قائم داشت لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر هیچ چیز مانند الله شده نمیتونه هیچ چیز را تشبیه داده نمیتونه به الله الله وحده لا شریک است حی القیوم الله الصمد است الله ما رحمان است رحیم است رب ما عظیم است ما شما بنده های عاجز ضرورت مند هستیم ما شما فقیر هستیم الله رب العزت می فرماید که یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد ما شما انسان هستیم که فقیر هستیم ضعیف هستیم ناتوان هستیم ضرورتمند هستیم و هر چیز ضرورت داریم و زیبایی بندگی همین است که انسان همیشه از وقار خود خواسته باشد الله رب العزت می فرماید در حدیث مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید که الله رب العزت می فرماید بنده ما از من دعا نمی‌کند مظلوم بنده خود راضی نمی‌شود بنده ای که من می‌خواهد مظلوم راضی نمی‌شود یعنی برعکس انسان ما شما اگر از یک دیگر درخواست کنیم یک بار دیگر بار خسته میشیم اما رب العزت میگه بنده از ما بخواهد شب بخواهد در روز بخواهد همه وقت قلم دعا کن تضرع کن چرا؟ که هر چیز پیش الله است رزق انسان پیش الله است به این قسم تمام انبیاء مثالایش در قرآن کریم است وقتی که ما شما قرآن بخوانیم نبی که دعا برای اولاد کرده و اظهار ناامیدی نکرده اظهار یقین کرده یا الله توی قدرت داری به خاطر از این دعا را میکنه و در حالت این دعا را کرده که بر عقل بشر درست نمیده بعقل بشر درست نمیده یک شخص سنش 80 و 90 باشه و در حالت زوب و ناتوانی باشه و بگوید که من صاحب الله شم و اولاد باشم در این تو حالت دیگه یک چیزی ناممکن باشه الله رو ممکن میشه انبیاء دعایشان با یقین بودن یونس علیه السلام در شکم مایی رفت مثال بیاد که بود در قصه کوشن کس در شکم مایی رفت کی کشیده در کنه بود؟ و این قدرت که در جهان است کی گرفت داره؟ یونس علیه السلام در شکم مایی می رفت لا اله الا انت سبحانك اینی کنت من الظالمین یا الله بزرگی برای توست توحید برای توست تو پاک هستی پیغمبر خدا میگه این نیکن تو من الظالمین ما هستیم که تقصیر داره بالا نفس رو ظلم کرده الله رب العزت می فرماید ابراهیم یونس علیه السلام تسبیح نمی خوان در شکم مایی تا روز قیامت در شکم مایی بیمان اما وقتی در تسبیح خوان الله لا اله الا انت الشکم مایی و بعد از این آیه مبارک الله رب العزت ذکر میکرد فاستجبنا له ونجيناه من الغم ما دعای یونس علیه السلام قبول کردیم او را از غم نجات دادیم ای انسانها ای مؤمنان ای صاحب عقیده و کذلک ننجی المؤمنین این را فکر داشته باشیم که به شما هم قسم دعا کنیم از شما را نجات دهیم سبحان الله این مژده بزرگ الله است فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين بمن قسم هر بنده مؤمن که دعا کنه از اخلاص از محبت و حضور رب الله میگوره نجات میدم از مصیبت و از غم و از آفات از همه چیز نجات دهنده ما شما رب عظیم است رب بزرگ است باید برای رب عقیده محکم داشته از الله دعا کرد و شب قدر مخصوص برای دعا است برای تضرع است یک موضوع خاص خدمت شما عرض میکنم انشاءالله خدا کنه که خسته و چی نشوید همین اسما را مسابق یاد میکنم برای جدا جدا برای از دعا میکنم به بعضی دوستا که اسمایشان حضب شده بود در مدت خدا مخواسته فکر کردن که ما در قید قلم مانده همین دعا را دیگه عمومی میکنیم به جای اینکه شخصا شخصا نام هر کسی را بگیریم عقیده همین شما و شما نیست که امشب آمدیم برای دعا هر کس در فکر خود در ذهن خود که کی را میخواهد که دعا کنه انشاءالله برای مریضا برای
کسایی که کار ندارن، کسایی که قرضدار هستن، کسایی که مشکلات دارن، کسایی که هر آرزوی نیکی که دارن، امید دعای ما شما در روح امین می باشه که انشاءالله خداوند کریم آرزوهای نیکی همه ما شما را برآورده سازه و مخصوصا دعای شب قدر امید دعا است که اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنی یا عفو یا عفو یا عفو. قصه دیگر چطور است؟ عایشه رضی الله عنها ازواج مطهرات رسول الله صلی الله علیه و سلم که در اعتکاف می نشستن ازواج مطهرات را اعتکاف می کردن. اما آن زمان قریب کرد از خاطر زن که صحابه می تونه اعتکاف شدن بیدن دو کسانی که می شیشتن صحابه کرام خانمه بشنن می شیشتن آن از طرف زن آن خشیشتن سبحان که دو ازواج مطهرات اعتکاف می کردن. وقتی که فضیلت لیلت القدر بیان شد که ای عایشه رضی الله عنها در تو لیلت القدر را مشاهده کردی، فهمیدی که این شب قدر است، چی میخوایی از خداوند، چی دعا میکنی؟ گفت ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم این دعا را بگیرم که اللهم انك عفو تحب العفو فاعف، یا الله تو بخش دستی، تو گناه را میبخش و بخشش را دوست داری، فاعف عنی مرا ببخش. سبحان الله، همه چیز در بخشش الله است، در مغفرت خداوند است. تمام امتایی که کامیابی و کامرانی را از آنشان شد، از تغفار رب شامل حالشان بود که شامل حال ما و شما هم بگردن انشاءالله. دعای از تغفار کنیم و کدورتا و عوض و عدوات را مکنان رو بگذاریم که رحمت خداوند شامل حال ما و شما شد انشاءالله. امرای یک کس باید بغض و عدوات نداشت، همه را باید بخشید. یک نیت باید امرایتان کنیم که هر کسی که با ما خورد و ریزد، هرچی که پیش آمد بد شده یا مثلا خدا نخواسته کسی زیادتی کرده، هرچی کرده ما بخاطر خدا بخشید میشه. همون که ما شما با خدا عقیده داریم که خدا مرا بدون چون چرا ببخشه، همون تو کلا بیده ببخشید انشاءالله. وقتی که قلبات باقا بود انشاءالله، سینا باقا بود، ذهنا باقا بود، خدا هم نکره محمدش بیشتر شامل حال ما شما میدید انشاءالله. نماز فرض آغاز میکنیم، بعد از او باز نماز تراویح است انشاءالله. و همه دوستان انشاءالله در نظر داشته باشید برای دعا انشاءالله. در جمله در عموم همه گیر ما شما دعا میکنیم برای همه مسلمین، کسانی که در افغانستان هستند، کسانی که در فلسطین هستند، کسانی که در کشمیر هستند، مسلمان های در امریکا هستند. الحمدلله با جوانانتان افتخار کنیم، یقین داشته باشید که جوانان پیور مسلمان نمیم، مسلمان خالص در جبه دنیا برمیم انشاءالله. چرا اون چیزایی که در وطن ما شما بود در اینا نیست، در این جوانان نیست، اینا را تشویق کنه. دروغ نیست، مثلا همین یعنی فریب نیست، همین مکر نیست، ستریت مسلمان است الحمدلله. فقط چیزی که در قلبشان است، در زبانشان است، و شکر بکشن، افتخار بکنیم به اولادتان که نماز میخوانند، عبادت میکنند، نماز میخوانند، نماز تراویح میخوانند، قرآن میخوانند، اولادتان را تشویق کنیم. این فرض ما شماست انشاءالله. این نسل آینده است، بزرگایی که آمدن ببینید در سالهای گذشته کی و کی بود، ولی چی کجا است این کسان، این رفته میرن. همین نسل آینده است که همین دین مقدس را پیش میبرن، همین کلمه حق لا اله الا الله محمد رسول الله را پیش میبرن، همین هاستن که در صفحه مسجد نشسته میباشن، همین هاستن که قرآن گوش میکنن، همین هاستن که قرآن میخوانن. اینا رو باید تشویق کرد. بسیار مسائلی که مثلا خود داریم زد که کلا نداری، پس استاد شو، آستینت کتا پس استاد شو، شوک بشدی، در این مملکت بسیار ایزی باشه. شما به نماز خواندن خوش باشید، به نماز خواندن خوش باشید که وقتی که کسی نماز بزنه شما در آینده پیران خراب درست میسید، وقتی که نماز خواند پخته شد شوت خراب درست میسید، وقتی که نماز خواند پخته شد انشاءالله کلاه خراب درست میسید. همه چی اگر ما شما از اول بسیار مشکل بگیریم که بچه نماز افتر از دیگه میشه برو برای او در زندگی پس طرف مسجد نمیره، در زندگی قرآن را قدس نمیگیره. باید بسیار در اسلام به حلم پیش رفته، به حکمه پیش رفته، به محبت پیش رفته، به موعظه حسنه پیش رفته. ایچ وقت اسلام در شدت نمیده، در اسلام این چیزانی که مردم امروز پشت ما شما بسته میکنند یا خدا نخواسته ما شما را وحشی میسازند یا وحشی فکر میکنند، ما شما مسلمان ها در جل همیشه باید در جنگ باشد، همیشه در خشونت باشد. شما فکر کنید عقیده خود را باید درست بسازید، مسلمانی بسازید.
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تبسم بدنش ہمیشہ تبسم بدن یعنی خنده بر امامشان بوده همیشه ما شما مسلمان باید این تو باشید انشاءالله خود روزی کس را بسیار چی نگیریم بسیار نیز بگیریم اسلام آسان است یسیرو یسیرو حدیث مبارک است من جان بخواد نمیگیم خدا نخواست افتر از این تبسره شد که این تو فتوهای کلام کلام دارم یسیرو دین ما چیست؟ بگی آسان بگیریم آن چی که آسان است آسان بگیریم بشیرو همیشه به زبانتان مجده باشه خوش خبری باشه سخن نیک باشه که دل دیگر مسلمان خوش شود دل دیگر شخص خوش شود ولی بشهد الدین و الا غلب علیه هیچ کسی یعنی این تو نشده که مکمل مکمل بگه که من دیگه دمی آخرین درجه است امکان نداره اما با بشارت با آسان گرفتن با محبت همه چیز در الله رب العزت آسان میزاده الله صاحب توفیق است الله صاحب عزت است الله رب العزت صاحب رحمت است که نسل آینده ما شما که از افغانستان مثال و مشکلات و چی که در اینها را بزرگای ما شما دیده چی مشکلات ما را دیده کاری بزرگی نیست نه حمد الله دیده سر در مسجد در خانه خداوند قرآن گوش کردیم تراویح خواندیم با یا هستیم باید الله رب العزت را شکر گزار باشیم و برای از دوستای ما دعا کنیم در هر جایی که هستن در افغانستان هستیم در هر سر دنیا خداوند بگیریم همیشه در اونجا امنیت، سکون، اطمینان و خاطر خوش را بیار اقلام دیدیم همه ما شما عقل سلیم نصیب بفرمایی که از این مسائل که این بلو بچار از مسلم را خارج شد انشاءالله شما را سبحان ملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبوح القدوس ربنا ورب الملائكة والروح اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير أدارا جدود وأدارا سلام حسنه وقنا عذاب النار صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم أنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم اجعل القرآن لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم نور قلوبنا بتلاوة القرآن وزين أخلاقنا بهداية القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا دعاء بإذن الله رب العزة تلاوة كلام حق الله العظيم الله رب العزة أن شاءت بيش ما سهوا کام زیادی شده باشه خداوند کریم بزرگ است خداوند کریم غفور رحیم است رحمان رحیم است خداوند کریم بزرگی خود ما را عفو بفرما ای طاعات و عبادات و قیام اللیل ما و شما را با قرآن کریم الله رب العزت و بر دعایی خود قبول و منظور بفرمایید الله رب العزت بالای همه ما شما رحمت خود را نازل بفرمایید خداوند کریم مغفرت گناهان همه شما و شما را خداوند کریم با مریضای ما شما شفای کامل عاجل رسید آمین بالخصوص مریضا را دعا کنیم همین دعایی که در قرآن پاک است برای شفا می رو عمیق کنم و کسی تکرار می تونم و نزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین و نزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین
المؤمنين. آمين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين هدى وشفاء لما في الصدور ويشفي صدور قوم المؤمنين. آمين. الله رب العزت هم مرضای ما شما را شفای کامل عاجل نصیب رو فرمائیں. گذشتگانی که در اینجا همه موجود هستین، کسایی که از پیش ما شما فوت شده در سابق، بزرگا، عزیزان، دوستان و وابستگان، برای همیشان دعا میکنیم در این ماه مبارک که درهای بهشت باز است، خداوند کریم به همیشان جنت الفردوس نصیب بفرمایید. خداوند کریم از عذاب قبر، عذاب جهنم، خداوند کریم همیشان را در امان داشته باشد. آمین. بزرگای ما، عزیزای ما که همه ما شما هستیم، الحمدلله در اینجا در این مسجد داریم و بزرگایی که در نماز تشریف آوردن، خداوند کریم همه را صحت کامل، جان و جور، صحت، عافیت و آرزوهای نیک همه ما شما را الله رب العزت برآورده بسازد. خداوند کریم در وطنای ما شما صلح و آرامش و ثبات نصیب بفرمایید. آمین. کریم همه ما شما خیر و عافیت. اما دعایی که در شب قدر است امور تکرار میکنیم که اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا عفو يا عفو يا عفو. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا عفو يا عفو يا عفو. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا عفو يا عفو يا عفو. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سلام جلال فينا الهدي برادران محترم خواهران معفت جوانان عزیز و اطفال و چشمان، دعای دلائی ما برای مسجد است که الحمدلله خداوند بزرگان عطا فرموده که این مقام مقدس وسیله جمع شدن ما و شما برای عبادت به سایر مسائل شرعی نیست. خداوند خیر و عافیت نصیب همه کسانی که دست در کار در ساختمان و تعمیر مسجد هستند و همه کسانی که در مسجد حاضر میشوند و به عبادت خداوند مشغول میشوند. کلمه بهتر ما از این بدانیم که در باره مسجد بودیم که علی فرماست گشاده ما و مردم همیشه در ما به حق اشهد ان لا اله الا الله و جای آن را دارد که ما از خالق متعال شکرگزار کنیم و همچنان از مخلوقاتش. کدام مخلوقاتش؟ هر یکی آخر میشده اولا از جناب فضل امام خمینی محترم خود ما تشکر میکنیم و خدا ایشان را به عافیت داشته باشد که وسیله جمعآوری ما شما برای استماع کلام خداوند در اینجا شدهاند و خداوند ایشان را حیات دنیوی و عافیت دنیوی اخروی با ایشان همراه باشد. البته بدانید که من الحمدلله در چند سالی که در عقیده امام محترم قرائتشان را میشنوم و قرآن را دیگر استماع میکنم آنقدر الحمدلله با تجربه بسیار عالی، با حفظ بسیار عالی و با قرآن عالی که آنها علاقه نمان واقعا خودم خوشم بودن. الحمدلله خدا و بزرگ شمعی از علوم قرآنی را بسیار من گردانیدن و من از وزایر تراوح و سیکون سوارد انشاءالله اندازه میدانم و همچنان در مسائل صرف و نحو و اعراب قرآنی انشاءالله آمده هستم. من کدام غلطی را احساس نکردم. واقعا آفرین برای جناب خودشه که اینقدر حفظ بسیار عالی دارن و برای همین که نظر میشنن میان اون شعر ابو چی میگه یکی از شعرها رو میگه که و این یکان بخوانید و در خلاص و همچنین خداوند حفظ کنند از جنانده های خودشه و که با این جوانی و با این گرفتی آنقدر الحمدلله کوشش و جهد و جهد تعلیم قرآن دارند که خداوند آنها را رهنمای برای نسل آینده ما بگردند. به هر صورت باز هم تشکرانی شما را در این مجلس روحانی و سبحانی با خیلی نقام میگیرم و رسال متشکرم از این گرمی را رحم بشید
النوم سيد سليمان السعيد كنا قلنا. ده أنا هنقول إن السعيد أنا 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 السعيد كم
شما خدمت شما رو معرفی شد اعضای برد و فقاله مسجد یعنی دیگه رو همکارا و فقاله های دیگه در امرادی به جای این رو در عربی باید از اونها برداری کنید یکی از برادرهای باز هم از جمله اعضای محرم مسجد هستن عبادت از کیست الحاج مرموجان نویس واقعی دارن سورشان از خانه خود میگیدن و یا اطباق مسجد برادای بیزنن و نماز خود را در این فرمون دارن و نماز در نوز در مسجد باشن و همشه در خدمت برادران بود از و خداوند شما خیلی به در دل مفاسقه را ما قرار از 20 سال من زیادتر در این مسجد در سیحنه بودار بوده به افتخار بودار این باقی مرافت را دارد و در منیش در رفت با آن کنیانی در شخصیت مصطور مطرح هستن اولای فعال همکاری در مسجد دارد و این سیر در خدافوری در جمعه مرکبیان در این مسجد هستن در مورد تشکیل کرد و جمعه در جمعه مانی ساده واقعا خدمتگار سو اصابه از هیچ چیز و هیچ خدمتی سرپیشی نمیدن و جیس ایت عبدالله اکمان کنید که الحمدلله افتخار از زیر مسجد را دارد و جیس ایت محمد حسن شیرزا که در این روی روی و شست هم همیشه با ما و هم رسا شرم دارد و همچنین قادس ایت عبدالله اکمالی زمان که همچنین از مسجد بزیدن خصوصا مقامش به من در رسال قرآن قرآن و در رسال فاتحه الله در دست در مصابت خلقی یعنی از جمعه اشخاص در رسال مقامی و مخبول دفان مسجد هستند و همچنین مستقبلان جواز و یک مشکل دیگه داشتیم که بعضی برادران اکان در فراموش شده باشند و بدرش هم چیزی نرسند باید که یا ندوری کنم از برادر بسیار مطرم خونده همسفر هر جمعه هم بودن جناب آقای عبدالوکیل بیانخیر که اینها هم از جمعه اعضای بود و بعد علاوه حوز ترسیدی باشند به معاوله انجمن اسلامی و خداوندشان را خیلی برای تشکر دو سالی برای در هر مسائل بسیار کوششی برای بسیار دارد و هیچ وقتی زحمت خود را گذاشته بود و البته از اخلاق شکرخان کریم کار تاریخ الله کار زیاده کار کشت کار زیاده خارقی مستفادان جماش خالد نور تاجی همه شدان شرخ و غیره برادران این اگر از نامشان از ایداد ما رفته باشن با حفظ مرزای ما رفته باشن با خدا مسئله این شاید خدا مرسل ما شما گرفته نزید و همین برادران ما شکرخان بیرون در اینجا سهر بسیار بزرگ دیگر بسیار بسیار مسجد دارن و داشتن و خداوند شما را خیر بده و همیشه در حکومت در این مسجد نمودن و نمازیان شراف دیگر البته در گوش هم گذاشته یک فکر برادرهای این مقرمه ها را اصلا در خیلطه ها را دارن و بسیارت دسته های خود ساختندگی را در زحمت بود در حقیقت که در اون چند سر کلیو کن خود کن به اینا در اونها نبارت نبیدن در جسی را قلیه های پانزاره و این محمد اکبر احمد مستفادان جماش خانه جان سیادان در جمعیدی های درست آغاز بسیار مصطفان یا بسیار این برد که پیش افر در این نوبر را برای شما تحییه میدن و البته بعد از زرگر شد که همیشه جناب علی سید سلیمان صاحب همون قسمی که من صاحب بود در برای مسجد احیا بکنن و خودم بکنن امسال هم این بود را احیا بکنن و توفه کنن به مسجد ما با هم شما با هم بیرون کفتاها برایشون ساختن این یاری دو آخری مسیح بیرون در بزنس و در تجارت مشروعی و در مادر ها در تک برشان برشان مادرش مریض است، پدر مادرش از دوش البته برای پدر و مادرشان کردوش مرزایی در بستر از تندقا بدون خدا شفای عبد و ندوش بودید و ریسیمشان بدون و این بود که فکر بکنم اگر چیز دیگه ما براشه و باید اولی کنید باز هم اگر اشتباه شده در قسمی تقدیم و تأخیر مانزیری و رفتران و در قصد را شده باشه شاید که دعا شده و یک چند دعای برسی می کنم که در شما البته در آمدان چیزی که دارد از آن دعا و از سوز در من برسی می کنید باشد یعنی که کوشش کنید چند کنید اشت که شما شده
الامور والامر الخطيئه. يعني اخواتي Amen.